ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. خدای 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 تو دنیای بزرگی گزیدیم، می‌خواستی 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 مثل این روز و نبینیم که دیدیم که ناز اون بلای اون حسرت دید عذاب عالم هر چی ما کشیدیم که هرچی باید همین تکتر بکشن ما کشیدیم که. بینندگان گرامی با درود فراوان به شما، بیننده برنامه کوچه ایرانیان هستید. داستان غم‌انگیزی که 37 سال از گریبان ما را گرفته. به مناسبت نزدیک شدن سالگرد انقلاب اسلامی و دوران نخست وزیری 37 روزه شادروان دکتر شاپور بختیار، بررسی میکنیم دلایل شکست تاریخی دستیابی به دموکراسی در روزهای بحرانی سال 1357 را. این بررسی با یاری گرفتن از تحقیقات همه جانبه و دیدگاه چندین صاحب نظر به شما عرضه میگردد، از جمله محقق تاریخ دکتر عباس میلانی، همچنین رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی دکتر امیر اصلان افشار، رئیس ستاد ارتش ایران تیمسار فریدون جم، وزیر خارجه ایران اردشیر زاهدی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دکتر ابراهیم یزدی، وزیر بهداری کابینه دکتر بختیار دکتر منوچهر رزمارا، معاون نخست وزیری دکتر بختیار محمد مشیری، وزیر اطلاعات کابینه بختیار سیروس آموزگار، معاون پیشوری در حکومت فرقه دموکرات دکتر نصرت الله جهانشاهلو افشار و چندین چهره تاریخ ساز ایران که شما در طی چند هفته آینده در این برنامه شاهدان خواهید بود. در آغاز یادی می‌کنیم از پژوهشگر تاریخ ایران دکتر هما ناطق که هفته گذشته در پاریس درگذشت. این مصاحبه اختصاصی در زمستان سال 1984 در پاریس انجام شد و شما دیدگاه هما ناطق را در ارتباط با تاریخ و خصوصیات ما ایرانیان شاهد خواهید بود. هما ناطق به یکی از دلایل ریشه‌ای و نابسامانی ما ایرانیان چه خوب اشاره دارد. شما هر دوره تاریخی رو که کار میکنید الان میبینید که یک بار تمرین همین دوره ای که زندگی میکنید و تاریخ یعنی به قول اونا یعنی واقعا گذشته به نوعی چراغ راه آینده است و همین که گذشته نشون میده که چرا آینده به این شکل افتاد، میده آیندهی که امروز باشه. برای اینکه ما وقتی که درست تاریخ گذشته رو میخونیم میبینیم که همه این چیزها رو که میبینیم یک بار تکرار شده، ولی ما چون نمیشناختیم غافل بودیم. و این کسانی که امروز میان نمیدونم یه عده‌ای میگن که تقصیر روشنفکرها بود، نمیدونم رفتن دنبال روحانیت، یا کسانی که میگن که تقصیر امریکا بود، اون یکی میگه تقصیر شوروی بود، اون یکی میگه امروز نمیدونم توده، یا از این حرفایی که خلاصه
هیچ ارزش علمی نداره. این فقط مال اینه که ما به جای اینکه معمولا بیایم، هرگز خلاصه حاضر نشدیم که واقعیت مملکت خودمون رو بشناسیم. دوره مشروطه همه این چیزهایی که میبینید یک بار تکرار شد در انقلاب مشروطیت که بعد من بهش میرسم و اینا. دومین چیزی که به نظر من مهمه ما بهش بعد برسیم اینه که ما هرگز هیچ یک از مفاهیم رو درست معنیش رو درست نمیدونیم. یعنی اینکه ما وقتی که از همین 100 سال وقتی میگیم آزادی، ما نمیدونیم آزادی یعنی چی. آرزوی یک آزادی رو همیشه ملت ایران در سر پرورونده، همونطور که آرزوی رسیدن ظهور امام زمان رو داشته، همینطور به آزاد در انتظار آزادی همون جور نشسته که در انتظار امام نشسته. ولی هیچ وقت همون جور که نمیدونه چهره امام زمان چیه، همونطور هم نمیدونه که چهره آزادی چیه. برای خاطر حالا من یه نمونه هم خواهم گفت. تصور آزادی غیر از مفهوم آزادیه. آزادی میتونه به ضرر من تمام بشه وقتی که من در یک اقلیت مطلق قرار بگم. آزادی همیشه به نفع من نیست. چه بسا که آزادی به زیان منه، چه بسا که به زیان منافع منه، به زیان عقاید منه. و در حالی که شما امروز هر کسی رو که تو ایران نگاه بکنید آزادی خواهد، بدون اینکه متوجه بشه، یعنی دم از آزادی میزنه، بدون اینکه یک لحظه فکر کنه که این تحقق آزادی ممکنه که نخست تیشه به ریشه خودش بزنه. خب الان من به شما یه مثالی بزنم که ما چرا تصور آزادی داریم و آزادی خواه نیستیم. هرگز هم نبودیم. این ملت هرگز آزادی خواه نبوده، برای این به آزادی نرسیده. امروز شما تو سیته ما پاریس داریم، یه سیته دانشجویی در پاریس داریم که همه گروه های سیاسی میتونن آزادانه برن اونجا دکه بزنن و همه میتونن ببرن روزنامه هاشونو بفروشن، همه میتونن برن کتاب هاشونو بفروشن. خلاص، این همون جایی نیست که درگیری ها بله همینو میخوام به شما بگم. این بالاخره شاید نخستین تجربه پارلمان آزاد دیگه، نخستین جاییه که شما آزادی رو دارین در یک سیته و محوطه دانشجویی تجربه میکنین. فکر میکنین که چه بهره برداری از این آزادی کردن ایرونی ها. از اون روزی که دائره اینا تو سر هم کله هم دیگه میزنن، این گروه اون گروه رو میکوبه، این گروه اون گروه رو میکوبه. شما اینا اگر بیان در اشل ایران همین خواهد شد. یعنی اگر به من آزادی بدن، من میخوام سر به تن اون یکی نباشه. من این آزادی نمیخوام برای اینکه یک ملتی رو رها بکنم یا یه ملتی بتونه حق انتخاب داشته باشه. من به عنوان شخص، به عنوان گروه سیاسی، به عنوان فرد آزادی رو میخوام برای اینکه دیگری رو نابود کنم. یعنی آزادی من با نابود دیگری مفهوم پیدا میکنه. هیچ کس آزادی رو بر دشمنش نمیخواد. همه وقتی که شما وقتی آزادی رو بر خودتون بخواید، برای دوستتون بخواید، برای دشمنتون نخواید، اون دیگه آزادی نیست. آزادی چیزیه که انسان برای دشمن فکری خودش بخواد، نه اینکه برای خودش بخواد. اون که طبیعی است که میدید، برای اینی که ما شکیبایی نداریم، برای اینی که ما اصلا آزادی خواه نیستیم، برای اینی که ما اصلا مفهوم این لغت رو درک نمی کنیم. در طی تاریخ هم نبودیم، هرگز نبودیم. امروز یک نفر از این گروه ها حاضر نیست بگه، هیچ کدوم بگه آقا اگر من آمدم روی کار، اگر منی که میگم که تاریخ ایران بر کشتاره، اگر منی که میگم تاریخ ایران بر حمله مغول است و عرب است و چه هست و چه هست و اینا همش خون ریزی بوده، من اگر بیام رو کار اعدام نمیکنم. شما هرگز نمیشنوید. همه منتظرن که اگه آمدن رو کار آخوند و دار بکشن. این درسته که امروز آخوند دشمنی فکری با من و شما داره، ولی آزادی اینه که اگر شما آمدین رو کار به اونم حق حرف بدید. یعنی حتی به طرفدار آقای خلخالی شما حق حرف بدید، برای اینکه اون هم یه گرایش فکری است. من اگر برای پلورالیسم اینه، پلورالیسم این نیستش که من فقط کسانی که با من هم عقیده هستن حق حرف داشته باشن. نه، توی مملکتی باشه که اون دشمن فکری منم که منو محکوم به اعدام میکنه، من اگر به اون جایی از عزت نفس و آزادی خواهی برسم که برای گرایشی هم که گرایش خمینی حق آزادی قائل بشم، یعنی بگم آقا تو هم حق داری که انتخاب بکنی، تو هم حق داری که با همین ارتجاعی تصور و افکار ارتجاعی خودت تو هم میتونی وکیل داشته باشی. خیلی خب، وظیفه من اینه که وقتی میگم من آگاه تر از تو هم به مردم بشناسم، بگم آقا این افکار به ضرر شماست. یادش گرامی باد. و اما جهت بررسی شکست تاریخی نخست وزیری دکتر بختیار، مجبوریم قدری به عقب برگردیم و نگاهی داشته باشیم به موقعیت آن روزهای سرنوشت ساز ایران. از آنجا شروع می‌کنیم که پادشاه ایران سخت بیمار بود و توان حفظ حکومت کشور را کاملا از دست داده بود.
و در پی راه حل برای آشوبی که سراسر ایران را فرا گرفته بود هر روز با افراد مختلف مشورت میکرد و با تصمیمات مختلف که همه برخلاف اقتدار حکومترانی بود، کشور هر روز بیشتر به پرتگاه تاریک تاریخی نزدیک میشد. به وضوح میتوان دید که در آن روزها همه چیز از دست رفته بود و توان پادشاهی که 37 سال با هزار فراز و نشیب حکومتی به هر حال کشور را به پیش برده بود، مانند شمعی به خاموشی نزدیک میشد. گوش کنید به قسمتی از مکالمه محمد رضا شاه پهلوی که در نیمه شب روزهای بحرانی با دکتر علی امینی انجام شده است. بله، بنده جای امینی چش دارم جناب عالی کاخ نیاوران بود. بله بفهم صحبت کی میخوان صحبت کنه؟ شاهنشاه صحبت میکنه. بله الو الو قربون سلام عرض میکنم گوشوز رو مبارک تو شاهنشاه صحبت میکنه. بله صحبت بفرمایید. الو الو تعظیم عرض میکنم. بخیر، شنیدید که سنجابی صحبت از جمهوری دموکراتیک چیز ایران کرده دیروز؟ نه رو نخیر. خب چیکار کنیم در این صورت؟ مثلا قانونی تعمل نمیشه کرد. نخیر کار بسیار بدی من نشیدم. بله از قرار معلوم در میتینگ اون بیمارستان پهلوی بله نطق کرد و بله صحبت از جمهوری دموکراتیک خلق کرد و عجب اینطور میگن. نه من دیگه نشیدم. خب در صورت صحت چی؟ خب اگه حالا اگه خواهید و جوشو بندید پیل کنید که خواستان زحمت دیگه این ترتیب یه شعرهای اینجوری که قابل تحمل نیست. اصلا ما داریم آب میشیم. نه خیلی خود خیلیم به افوردیه. ولی خب اینه من الان تغییر میکنم موضوع سنجابیه، اگه تأیید شد بله خب قبول کنی؟ بله به نظر آمده مشکل قبول کردنش بله که دیگه اصلا افتاد در میاد از همه به کلی؟ بله این دیگه صحیح نیست. تو دیگه نقشه نمیشه ریخ؟ بله نه دیگه چی وقتی اصلا کلی بل میشه بله یعنی. اونجا در اون بیمارستان پهلوی اونا گفته بودن که بله ما یه جمهوری توده‌ای میخواییم مثل رومانی. بله نشید اون توی خیابون هم که دیگه هر روز بله اینا بله بله یه دمیه طرفای سختگیری بودن دو باید نرم سو مراجعه میکنن که بخواهی این شلک و صفحه درست نیست. خب مقررات که هست بله آیا صحیح نیست که مقررات اجرا بشه؟ مقررات باید اجرا بشه اون اشاره نداره متقابل یخته بسه یه تدبیری میخواد این دسته مقررات اجرا نشه و همیشه لب میشه میتقابل هم دام شده دیگه هم بگوان نظامه هست هم نیست ولی یه مقدار اصلا تجریه ده شده و زندگی مردم واقعا داره لنگ میشه به این دسته. اصلا من نمیدونم فردا چی میشه؟ بله یعنی اگر قانون اجرا نکنی؟ نه قانون باید اجرا بشه علیه همه طرف ها اجرا قانون هستن دیگه شکی نیست. اگه قانون اجرا نشه که هرج و مرجه. اصلا نمیشه دیگه اصلا یه چیزی پیش بینی نه خیلی واقعا قانون پیش بینی نیست و در میرسن چون یه عده همین قسمت مال سختگیری ادارات هم یه عده تایید میکردن که اگه گفتن آقا کسی نیاد بیرون هم که عمل رو بکنن یه عملی دنبال این حرف باشه. حالا من تغییر میکنم راجع به سنجاب. بله به تو بده نشید خودم چیزی و اگر یه همچه حرفی زده باشه خب دیگه چاره نیست من که آسکه اگر بگیریمش. بله چون هم یه مقدار زن این تلاش ها میکنم برای که مانع آمدن صدیقی میشن. الان بله فکر میکردن که میان. بله بله این مقدار زن پیشگیری همین زن شروع میکنم به همین کار در شهر هم فکر میکنم باید خود جلوش گرفت. بله 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 این مقدار باید جلوش گرفت برای که به این ترتیب دست زحمت خواهد شد. تو مردم بیکارم زیاد هستن این مدار تماشاگرچی بیکارم اینا اضافه میشه خب ترافی مردم عصبانی میشن دیگه. یه کسی هم روی بالکن وزارت فرهنگ اومده بود همونجا که ترسون کرده بودن. بله بله حالا تیر از کجا اومده خورده بهش تلف شده. نه یکی از اون دکتر حالا اینم قرار را بود میخوام پیراهن اسمو حالا بود که بعد یکی درستان اشخاص هم توی کارهایی میکنن معلوم نیست که اصلا بله کارهای این رسپونسابی سرقی بند دخیل توی این دمله و این تطبیه دیزا پیش میاد یه خانه خواه حتما از توی اوتوموبیل هم تیر اندازی میکنن. عجب بل. عجب افراد معمولی میان از تو اتومبیل ترنزی میکنن چندین اتوبوس آتیش زدن. بله نخیه این مرده شبته سختگیری میخواد آقی خوش خوزونت خیلی سختگیری میخواد چاره نیست. بله اصلا در میره من در همین فکرم دیگه که اگر ما قانون اجرا نکنیم نه چه اون اجرا قانون که حتما دیگه کسی ایراد نمیتون قانون باید اجرا کرد خانم. اصلا بله اصلا رفتیم نخیه بدون اینکه با آبرو هم رفته باشیم. بله من مثل پیر زنم. متوجه شدید که از اقتدار حکومتی در این مکالمه هیچ خبری نبود.
در آن روزها بود که پادشاه با کمال بیمیلی دکتر بختیار را به نخست وزیری انتخاب کرد و منتظر شد تا مجلس نیز به او رأی اعتماد بدهد. در آن روزها سرنوشت ارتش و آزادی کشور از شورش‌های خیابانی در گرو اقدام تیمسار فریدون جم بود که امید همه نیروهای آزادی‌خواه به حساب می‌آمد، ولی چون با برخورد نامناسب شاه مواجه شد از همکاری امتناع کرد. ببینید. دلبستی که به شخص پدرشون داشتن. بله. و خودشون داشتن اینا. و سالهایی که در خانواده اعلیحضرت زندگی کرده بودم و اینها. بله، داماد ایشون بودی شما در اصل. بودم و سالها بر اولیاحضرت ملکه پهلوی نهایت لطف به من داشتن که تا آخرین روزی که حتی در ایران بودم، حتی شوهر شخص هم نبودم، که هفته یه دفعه مرتب من دعوت می‌فرمودن به خونه‌شون می‌رفتم. در صورت خب شما قبول نکردید؟ فرمودم که عرض کردم که با تمام این سوابق من قبول نفرمودین، من از آتش مرخص فرمودین و فرستادین تعمیر کردید به وزارت خارجه، رفتم اسپانیا. حالا در اسپانیا هم که من بودم، حتی مثلا برای مراسم جشنای شاهنشاهی وقتی که رئیس فرانکو رو دعوت کردن، فرانکو که خودش گفت من پیر مردم و نمیتونم علاوه از هیچ وقت اسپانیا خارج نمیشم، و ولی پراست اسپانی خوان کارلوس به نمایندگی من میتونه در مراسم شرکت کنه. و من هم در اونجا پرسیده بودم که حالا رسم این است که وقتی که رئیس یه مملکتی میاد به ایران، میاد به ایران، باید سفیرم همراهش بیاد. حالا در تجربه من چی از فرمونده بودم که نخوش شما لازم نیست بیاد، یعنی تنها سفیری که برای احضار نشد نایمد بیرم مورد بیمهری قرار داشتید. خب خلاصه گفتن چرا من قبول نفرمودید، من که با این سوابق نفذیرات قبول نفرمودید، حالا چرا من در این روزهایی که اینطوری هست، این جریان هست، من احضار فرمودید برای این شغل؟ چه جواب دادن؟ فرمودن شما رو من نخواستم، شما رو بختیار خواسته. پس شما خواسته ایشون نبودید؟ بله، شما رو بختیار خواسته. بختیار گفته که تمام چیزش امیدش اینه، اتکاش به شماست و آرتش و ایناست که در این وضع بتونه بتوانه کن تحت کنترل در بره. من گفتم به عرضشون رسولم که من اصلا تیم سار بختیار، آقای بختیار رو اصلا نمیشناسم و با حتی سابقه سیاسی نمیدونم شرکت در سازمان نمیدونم نهضت ملی و نمیدونم مصدق و نمیدونم دیگر رو نداشتم، اصلا مثلا از اول به آرتش بوده ولا غیر، به کار آرتش علاقه ندارم. حالا که الان زد من احضار فرمودید و وقتم دیر شده دیگه، الان با این وضعی که من میبینم کاری هم دیگه نمیشه کرد، ولی خب حالا الان زد تصمیم دارید که تصمیم فرمودید که در سجده نظری در نقش وزیر جنگ بفرمود یا نه. فرمودن یعنی چه؟ یعنی گفتم به وزیر جنگ اخیارات بدید که تو که بالاخره دستگاه آرتش و اینا همه باید از وزیر جنگ تبعیت بکنن. فرمودن نه، وزیر جنگ همونیست که بوده، یعنی بیشتر نقش عروسکی بوده، همون که بوده، یعنی هیچ کاره. صحیح. من گفتم خیلی خوب، حالا که به این وضع اراده خمینی به این ترتیب است، اجازه بفرمایید که من برگردم به اسپانیا. فرمودن خیلی خوب، برگردید، ولی پیش از اینکه برید با اختیار ملاقات بکنید. که من که دو روز بعدی رفتم به اختیار، از اختیارم تشکر کردم و خداحافظی کردم. و بختیار در مورد اینکه شما نپذیرفتید ناراحت نشد؟ نه، اون روز که من رفتم بختیار بیچاره به قدری دیدم که اصلا وزر افتتاحیش که بعد نشسته بود پشت میز، 50 تا تلفن پشت سرش زنگ میزد، همه از بختیار دستور خواست، هی لایقتی این دستور از اینجا به دستور میزد، اون از اونجا دستور میخواست میکرد. من هم به بختیار گفتم آقای بختیار شما رئیس دولت هستی، شما باید سیاست سیاست و روش کلی رو باید کنید، وزارتخونه های دیگه باید این کار رو شما میکنید انجام بدن،
شما مجال داشته باشید فکر بکنه. گفت آقا در این وضع بحران هیچ کس نیست، اگر من دستور دادم معلوم دیگه هیچ کس دستور دادم چطور میشه، معلوم نیست چه بشه. خلاصه من خدافیزی کردم، من آمدم و سوار تیاره شدم مرگشم نمیدم. ادهی معتقدن که اگر شما اون وظیفه رو پذیرفته بودید احیانا یه هماهنگی در ارتش به وجود میومد. هیچ هماهنگی در توانایی داشتن، برای اینکه ارتش اصلا دیگه ارتش نمانده بود، چنون ارتش بعد به کار برده بودن و خورده خورده به کار برده بودن و علازم البته اجازه نفر بوده بودن که ارتش اعمال قدرتی بکنه و این وضعی بود. برای که تمام مدت عوام به تیمسان قرباقی هم می فرمودن که دیوانگی نکنید، کسی دیوانگی نکنه، از دماغ کسی خور نیاد. خواسته قرباقی چکار بکنه؟ قرباقی بیچاره هم تقصیری نداشت. فقط من ایرادی که به قرباقی گرفتم که البته مورد ناراحتی اون هم شده اینی که گفتم که اون تصمیم گرفتن که آرتش بی طرف باشه یا بی طرف نباشه، این دستور دولت باید میداده نه رئیس ستاد شخصا. دقیقا آرتش هر مملکت تابع دولته، به ویژه که اعلیحضرت موقع که میرفتن دستور میفرمایند که شما وظیفه شما اینه که از دولت قانونی تبعیت بکنید، پشتیبانی بکنید. دقیقا. خب شما این کارا که خودتون تصمیم گرفتین، اینا افسرها به شما پیشنهاد کرده. خب ولی شما باید پیشنهاد شما رو این پیشنهاد میگفتین به توسط وزیر جنگ که اونم خریت کرده بوده. وزیر جنگ نبایستی میرفته اصلا در جلسه. خب یه عواملی پشت این بوده. وزیر جنگ نبایست میرفته در کمیسیونی که ستاد به ریاست ستاد بزرگ ارتش داره به عنوان عضو کمیسیون بشینه، برای که خودش میخوام جزء دولته، اونه که دولت اجازه نداده بودن. دقیقا این حرفی بود که تیمسار جنگ بختیارم میزد. بله خب رفته بوده نشسته بوده. و رئیس تشریفات شاهنشاهی که شاهد همه این نابسامانی ها بود. آقای افشار، چندی پیش دیداری داشتم با تیمسار جم در لندن و از ایشون سوال کردم در ارتباط با اینکه قرار بود به ایران بازگردن و قرار بود که یاری بدن به حکومت در اون روزها و ایشون توضیح دادن که به این ترتیب که مدتی بود که از دربار به من زنگ می‌زدن و می‌خواستن که من به ایران برگردم و نزد اعلیحضرت برم. من قبول نمی کردم. یه مدتی طول کشید و بعد تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم، پرواز کردم و رفتم تهران و اینطوری که ایشون توضیح دادن ضبط ویدیوش هست، گفتن روز بعد من تقاضای شرفیابی کردم و رفتم نزد اعلیحضرت و این مدت خیلی کوتاهی قبل از خروج شاه بوده در ایران، درسته؟ و ایشون اینطور که در مصاحبه به من اظهار داشتن گفتن که من به شاه فقید عرض کردم که من میدونم نباید از شما سوال بکنم، ولی اجازه بدید که من سوال بکنم که چگونه شده و چه اتفاقی افتاده که پس از 20 سال شما عقب من فرستادید و خواستید که من خدمتتون برسم و ایشون گفتن که من عقب شما نفرستادم بلکه آقای بختیار شما رو خواستن، در حالی که ما میبینیم این واقعه روزی رخ میده آقای افشار که چند روز قبل از مسافرت شاه به خارجه و همه حس میکردن اگر این وقایع رو از دهن آقای تیمسار جمع نشنیده بودن که شاه از همه یاری میخواست و احیانا هر کسی که میرسید میگفت چرا آستین خود رو بالا نمیزنی و یاری نمیدی و نجات نمیدی مملکت رو. سوال من از شما که در اون روزها رئیس تشریفات درباره ایران بودید اینه که واقعا خلقیات شاه در اون روزها چگونه بود؟ چگونه شد که به یه شخصی مثل تیمسار جم که نسبت فامیلی هم با دربار داشت و شناختی هم از گذشته داشتن ازشون، من میدونم شاید زیاد خوششون نمیومد در گذشته، ولی به هر حال نیرویی بود که ملت هم روش حساب میکرد، جبهه ملی روش حساب میکرد و در اون روزها شاه خودش مقداری اینترست داشت که نیروهای مختلف رو نزدیک کنه. چطور بود که شاه از تیمسار جم نخواست که آستین تو بالا بزن و بیا یاری بده کمک بکن که این کشور نجات پیدا کنه؟ والا این یک معمای سلبته برای بنده اونی که فرمودی در دربار تلفن میکردم، اون کسی که دربار تلفن میکرد بنده بودم، برای اینکه آقای بختیارم به من گفت که شما که با جم قومکشی هم دارید خوبه که خواهش کنید که بیا تلفن بیا و خب خانم جم دختر عمولی خانم بنده است. بعد
من تلفن کردم، گفت نمیام. دو سه دفعه گفتم فریدون خواهش میکنم که دیگه اگر الان نیایید هر اتفاقی که بیفته بعدا گردن شما رو میگن که شما کوتاهی کردید، این همه بالاخره شما هرچه باشه سالها خدمت کردید. خلاصه ایشون قبول کردن که بیان و صبح ساعت 7 با هواپیما وارد تهران شدن و بنده و خانومم رفتیم از فرودگاه ایشون آوردیم و همون روزم اتفاقا ظهر ایشون آوردن و رفتن به دور اعلیحضرت. و وقتی که برگشت بیرون از اتاق دیدم آقای جم چشماش اشک‌آلوده و خیلی خب اعلیحضرت خیلی دوست داشته جم و آمده بود بیرون و با هم یه مد صحبت که کردیم درست همین مطالبه که حضرت عالی فرمودید ایشون هم به من گفتن علازت امری که فرمودید ایشون هم آقای بختیار هم میخواد من وزیر جنگ باشم. آخه در این وضع فعلی وزیر جنگ کاری نیست، وزیر جنگ فقط ترفیعات رو میتونه بیاره و تو رو علازت یا گزارشاتی راجع به ارتش و ساختمان های ارتش بده. این موقع باید یه نفر باشه که رئیس ستاد باشه، رئیس ستاد کنه و بتونه دستوراتی بده و بتونه کنترل رو تمام ارتش داشته باشه. بعد اعلیحضرت فرمودن و حالا تصمیم اینجوری همینطوری تصمیم اینجوری گرفته شده قره‌باغی باشه. بعد آیت هم بودن پس ببون اگه این تصمیم اینجوری گرفته شده پس چرا شاکر احضار فرمودید؟ بعد درده گفتم من شما رو احضار نکردم، بختیار شما رو خواست بیاید با اومدید. و بعد هم دیگه جمع رفت، وقتی هم که بعد رفت و دیگه صحبتی هم ازش نشد و پیشنهادایی هم کرده بود و اعلیحضرت و به قدری ناراحت شد که دیگه مثلا در همونجا البته در انگلستان دیگه موند و دیگه فقط جمع میدونید جمع عاشق ارتش بود. اصلا اطلاعات جمع درجه یکه، جمع فوق‌العاده فرانسه‌اش عالیه، جمع انگلیسیش درجه یک و جمع در مدت 4 سال که سفیر بود در اسپانیا اسپانیولی صحبت میکرد و کتاب به زبان اسپانیولی مینوشت میدونید. و یه دفعه موقعی که من در آمریکا بودم به من کاغذ نوشتش که اصلا من الان آخه میدونی مدتی دیگه خب از ارتش اومده بود بیرون و رفته بود سیویل شده بود و سفیر شده بود و گفتش که تو نمیدونی من بزرگترین و خوشبخت‌ترین روز من 3-4 روز پیش بود که من رفتم استوارنامه‌مو بدم به یه ژنرال چیزی اونم با اونیفورم مثل فرانکو. خیلی خوشحال بود که بازم با یک ژنرال بازم با یه ارتشی سر کار داره پایین. عاشق ارتش بود ولی البته همیشه میگفت که در رئیس ستاد بودنم برای من بسیار مشکل بود در اون موقع، برای اینکه ستاد همه خودشون مستقیما به اعلیحضرت نزدیک میشن، گزارشاشون رو خودشون مستقیم میدادن، بعضی وقتا ایرادی هم که ما بعضی وقتا میگرفتیم میگفتن نه مطلب به عرض رسیده بنفید. در حال میدونید با وجود این در این موقع سخت حاضر بود که بیاد این خدمت رو انجام بده ولی به چه دلیل آقای قره‌باغی آمدن در این کار بنده؟ من از کدم آخرین سوال خودم بیشتر احساساتی است از شما که مستر کارهای بسیار با اهمیتی در کشور بودید، سفیر ایران در کشورهای مختلف بودید و این 1.5 سال آخر رژیم گذشتم در دربار شاهنشاهی تشریفات رو حفظ میکردید. چگونه شد که از یک چنین نیروهای از در ایران استفاده نشد؟ کسانی که وطن پرست بودن، کسانی که عشق به کشور داشتن، برای مثال خود جم امثالیشون زیاد بودند، در نیروهای سیاسی هم بودن. نظر شما رو میخوام بدونم واقعا چطور شد که از این نیروها استفاده نشد؟ بعد خب مناظره فهمید که فقط میشنم در چند کلمه خدمتتون عرض کنم که موانعی که برای اینا ایجاد میکردن که نتونن بیان ازشون استفاده بشه. بالاخره کسانی بودن که افراد خودشون رو نزدیک میکردن به اعلیحضرت، افرادی بودن که مانع میشدن کسان دیگه نزدیک بشن، همونطور که عرض کردم خدمتتون تمام اونایی که سابقا در سیاست بودن شاید مملکت هم نجات میدادن در مواقع بسیار سخت، حالا از قوام سلطنه گرفته یا از فرض بفرمایید از ساید گرفته با نفت نمیدونم موضوع نفت، این همه اینا به یک نحوی از آنها بالاخره خدمت میکردن، مانع از این شدن که اینها حقیقتا نزدیک بشن برای خاطری که خودشون در نزد اعلیحضرت مقرب داشت. در اینجا آغاز 37 روز را از زبان دکتر منوچهر رزمارا وزیر کابینه دکتر بختیار بشنوید. آقای رزمار خیلی خوشحالم که با چند دقیقه از وقت شما رو در اختیار بینندگانم میگذاریم. فقط بفهمید که اون 37 روزی که شما وزیر بهداری
دولت آقای دکتر بختیار بودید، چه خاطراتی از اون روزها دارید شما؟ جمله بنادی بنده این 37 روز برای من غیر از این خاطرات واقعا تلخ و اسفناک چیز دیگری نیست، ضمن این که برای شخص من افتخار بزرگی در زندگیمه، چون من در همطور که خدمتون عرض کردم من دیگه 83 سالمه، ماه هاست دیگه به طولمسی یکی دو سال دیگه بیشتر در این دار دنیا هستم، برای من یک افتخار بزرگی است که در این ماجرای 57 به هر حال یه شرکت خیلی خیلی محدودی داشتم، ولی در جوار یک ابرمرد تاریخ ایران بودم که این مرد مرغ طوفان تاریخ ایران رو دو بار با مجاهدت خودش رقم زد. یکی اون زمانی که علی رغم اینی که کا دیر شده بود، از دست رفته بود، همونطوری که قبل همین چند دقیقه پیش حضورتون عرض کردم، وقتی به ایشون از پاریس گفتم که وضع از دست رفته است، گفت مرد باید بود و آمد و اقدام کرد. این حرکت و این مجاهدت و این شجاعت مرغ طوفان که خطر کرد و با اون شعر خیلی عرض کنم معروف شادروان رعدی آذرخشی در مجلس روز ششم از کنم ژانویه 1979 به مجلس معرفی شد، نطقش رو با این روش شار کرد: من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، نه اون موجم که از دریا، من موجم نه اون موجی که از دریا گریزد. این با این شعر نطق نخست وزیریش رو شروع کرد و برای من واقعا افتخار بزرگی است در همراه و بمانیت یک همچه شخصی یک سهم بسیار بسیار کوچکی در این ماجرای دگرگونی دی و بهمن 1357 داشته باشم. شما ولی هر روز حتما در ارتباط بودید؟ هر روز و تقریبا هر شب. من از کدام صبح ها ساعت 4-5 صبح میرفتم وزارت بهداری و لازم به توضیح هست که بلا فاصله با اکثر عملی که خائنین سران جبهه ملی انجام دادن و بختیار اخراج کردن و بلا فاصله بازرگان اون خائن دیگر نهضت آزادی که اینا رو من همه رو جبهه ضد ملی و نهضت ضد آزادی میگم، یک دولت عرض کنم موازی تشکیل دادن و در تمام این اونجا میدیدی که چه تبی خمینی زده شده بودن، یه ملتی عصیان زده شده بود، عکس این صفا که آخوند واقعا هندی رو در ماه دیدن و اون سران جبهه ملی اون بی مقداری و خیانت رو از خودشون نشون دادن، یه دولت مشابهی موازی تشکیل داده بودن، وزرای بختیار رو اینها در حقیقت طرد شده اعلان کرده بودن. من ولی هر روز به خاطر اینکه پزشک بودم پزشکا منو تحمل میکردن، آمده بودن گفته بودن ما تو رو به عنوان وزیر قبول داری، ولی من چون گفته بودم باید اینجا بیام کارا رو برسونم اینا، منو تحمل بکنید تا بعد که ببینیم شو. این بود که من جناب لیمونادی شاید حمله بر خود ستایی داشته به شرف هم باستم، من از روزی که رفتم بعد از اینکه آمدیم به نخست وزیری روز 6 ژانویه 1979 در کاخ نخست وزیری قسم خوردیم که در این مجاهدت وفادار بمونیم، آمدم به وزارت بهداری تا روز دوشنبه 22 اسفند 22 بهمن 1357 من در وزارت بهداری حاضر بودم. بله به هر حال دوران اسفناکی بود، دوران خطیری بود، دوران خطرناکی بود، دورانی بودش که واقعا شاهد این بودیم که چه جور این ملت عصیان زده آمد با به علت عدم تربیت و دانش سیاسی و اجتماعی دست به یک خودکشی سیاسی زد که بعد از 37 سال هنوز که هنوزه مبتلا بهشه و در این چاه عمیق فرو رفته و معلوم نیست کی بتونه سالم حتی بیرون بیاد.
وزیر اطلاعات کابینه بختیار، سیروس آموزگار. حضور اعلیحضرت من رو به عنوان وزیر اطلاعات و وزیر مشاور هر دوتا، شاید تو کابینه من تنها آدمی بودم که دوتا پست داشتم، و معرفی کرد و ما اومدیم و رفتیم به وزارتخونه. وزارت اطلاعات برای من یه وزارتخونه خیلی آشنا بود، چون به علت کار روزنامه و این حرف ها من دائما تو وزارت اطلاعات میفلکیدم و با تمام مدیرانش و اینا دوستای نزدیک بودم و خیلی آشنا بودم. برای من گرفتاری نداشتم از اون نظر که در وزارتخونه های دیگه اعتصاب میکردن و نمیومدن و از این حرفا، نبود. البته نه اینکه اعتصاب نبود، اعتصاب بود ولی کسی مزاحم من نبود. حتی اینکه اینا یکی از کارهایی که میکردن اعتصابیون این بود که آسانسور رو از کار مینداختن و مثلا روز دوم بود صدا کردم این انقلابیون رو، گفتم که من انفاکتوس کردم و من نمیتونم از پله بیام بالا، اگر میخواید بکشید خب این رو رک و راست بگید. یعنی گفت نخیر آقا این حرفا چیه فلان. گفتم خب چی؟ گفتش بسیار خب، ما تا آمدن شما صبر میکنیم، به محض اینکه شما اومدید با آسانسور رفتید بالا بعد آسانسور رو از کار میندازید. یعنی میخوام بگم که تا این حد روابط ما خوب بود و خب کار خوب بود، رفتار میشد، تمام مدیر کلا سر کار بودن، حتی کارمنده البته خب شلوغ میکردم، منم هیچ مزاحمشون نبودم و کارهام پیش میرم. در اون موقع خب معمولا رادیو و تلویزیون نسبت به وزارت اطلاعات مستقل بود به علت آقای قطبی و این حرفا، ولی در اون موقع دیگه اینطوری نبود. یعنی وزیر اطلاعات با قاطعیت تمام اومده بود و وزارت تلویزیون این حرفا هم زیر نظر وزارت اطلاعات بود. مدیر رادیو تلویزیون فکر میکنم دیگه آقای قطبی نبود در اون نه خیر، آقای قطبی رفته بود، تورج فرازمند بود. تازه تورج فرازمندم به علت اینکه گرفتاری داشت و یه خوردم وحشت میکرد، من ترتیبی دادم که تونست از ایران خارج بشه. در نتیجه آقای مسعود برزین بود اون موقع که یکی از دوستان خیلی نزدیک من بود و آدم خیلی هم ملایم و مقتدر خوبی بود. ما بزرگترین اشکال کارمون عبارت از این بود که نویسنده نداشتیم و کسی برای رادیو و تلویزیون مطلب نمی نوشت. دو روز بعد از ماجرا که خب خیلی هم وضع بد بود، یک روز صبح آقای ایرج نبوی صبح ساعت 7 اومد خونه ما، اومد و گفتش که خب تو چیکار میکنی با این اعتصاب دان نویسندگان و این حرفا، مطلب از کجا گیر میاد؟ گفتم خب خیلی دشواره، به زحمت میتونیم تهیه کنیم، سعی میکنیم از نوشتهای گذشته استفاده بکنیم و اینها، به هر حال با من ترتیبشو میدم. و این مرد جالب، دوست نازدیک نازنین، به خزینه خودش نویسنده ها رو معروف اون زمان رو توی دفتر خودش جمع میکرد و اینها مطلب مینوشتن برای تمام برنامه های رادیو و تلویزیون و صبح به صبح میآورد اینها رو به من میداد و من میدادم به رادیو و تلویزیون. و آقای دکتر بختیار 3-4 بار از من پرسید که کی اینا رو می‌نویسه؟ من دوستام می‌نویسه. گفتم آخه من می‌خوام بگم، نمی‌تونم بگم و نگفتم و حتی اینجا هم نگفتم تا وقتی که آقای ایرج نبوی متاسفانه فوت کرد. بعد از اینکه فوت کرد خب بهش گفتم که اون آقایی که تمام این مطالب رو در این مدت می‌نوشت او بود و واقعا باید یادی کرد از این مرد واقعا نازنین، صمیمی، دوست نزدیک که بدون هیچ چشم داشتی در اون موقع یکی از بارهای سنگین رو از دوش من برداشت، روزهای بحرانی بود بدون اینکه هیچ کس ازش قدر شناسی هم بکنه. یعنی متاسفانه هیچ کس نمیدونست که اصلا کی هستی نده. از شما دعوت میکنم به ادامه داستان این شکست تاریخی در برنامه کوچه هفته آینده توجه فرمایید.
در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.